سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با بیوگرافی الناز شاکردوست، یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران. اگه میخواییم بیوگرافیشو بدونید با من همراه باشید. پس بی وقفه بریم سراغ ویدیو. الناز شاکردوست متولد 7 تیر سال 1363 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. فارغ التحصیل لیسانس رشته نمایش و طراحی صحنه از دانشگاه آزاد تهران و فوق لیسانس هنر از دانشگاه لندن در کشور انگلیس می باشد. پدرش تاجر ابزارالات صنعتی و مادرش خانم فاطمه محتشمی خانه‌دار می باشد. یک برادر بزرگتر به نام علی و یک خواهر کوچکتر از خود به نام الیکا دارد. بچه درس خونی بود به حدی که در رشته ریاضی و فیزیک با معدل 19 و 23 دیپلم گرفت و در کنکور هنر با رتبه 11 رشته بازیگری تئاتر را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. از کودکی عاشق بازی و نواختن پیانو بود، به طوری که همه اطرافیان پی به استعداد ذاتی او برده بودند که در نهایت این علاقه باعث شد در دانشگاه رشته تئاتر بخواند. بعد از ورود به دانشگاه از تئاتر دانشجویی شروع کرد، تا اینکه سال 1382 وقتی 19 ساله بود توسط کیومرث برای بازی در فیلم گل یخ دعوت شد. به این ترتیب اولین بار در این فیلم با محمد رضا گلزار و گوهر خیراندیش جلوی دوربین رفت. بعد از اولین تجربه موفق شد سال 1383 در 4 فیلم سینمایی پشت سر هم بازی کند. چهرهش از فیلم عروس فراری سال 84 شناخته شد. سپس با حضور در فیلم‌های قاعده بازی، اتوبوس شب، کیش و مات و دو خواهر حسابی به اوج شهرت رسید. خانم شاکردوست تا به حال در هیچ سریال تلویزیونی بازی نکرده، اما سابقه حضور در 2 سریال نمایش خانگی به نام قلب یخ 1 و 2 و رالی ایرانی را دارد. او در مورد ورزش‌های مورد علاقه‌اش می‌گوید: بدنسازی، ورزش کشش عضلانی و اسکی در فصل آن از مهمترین ورزش هایی است که معمولا در برنامه ورزشی من قرار دارد. الناز شاکردوست میگوید: از 23 سالگی سعی کردم همه دنیا را شهر به شهر بگردم و لذت ببرم. جاهایی که میروم مرا با عنوان الناز شاکردوست بازیگر نمیشناسند، بلکه با من مثل یک انسان عادی برخورد میکنند که این علاقه ام را بیشتر میکنند. خانم شاکردوست هنوز ازدواج نکرده و مجرد است. با این حال مدتی از علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق پرسپولیس به عنوان همسرش نام می‌برد که صحت ندارد. پس از چند بازی مشترک با هوتن شکیبا هم خبر ازدواج این دو نشر یافت که باز هم صحت ندارد. یک بار سال 93 در سکانسی از فیلم تابو در ساحل توسط گردا به دریا کشیده شد و در لحظه آخر غرق شدن توسط افراد محلی از روی کشتی فرسوده نجات پیدا کرد. زمستان سال 96 خانم بازیگر در جریان فیلم برداری فیلم دو طبقه روی پیلوت به خاطر شوخی یکی از عوامل از ارتفاع نسبتاً زیاد افتاد و به شدت از ناحیه کمر آسیب دید. او چندین هفته در بیمارستان بستری بود و مدتی هم برای ادامه درمان به خارج از کشور رفت تا اینکه به طور کامل سلامتی خود را به دست آورد. گرچه او تجربه بازی در تئاترهای دانشجویی را دارد، اما در دوران شهرت خود به صورت حرفه‌ای اولین بار آبان سال 96 با نمایش کماگور به روی صحنه رفت. او در مورد هنرمندان مورد علاقه‌اش می‌گوید: از بین بازیگران زن، بازی گلشیفت فراهانی و دوست صمیمی‌اش گوهر خیراندیش و در بین مردان بازی شهاب حقیقت دوست و مرحوم منوچهر نوذری را دوست دارم. رضا صادقی و کرت کوبین آمریکایی خواننده مورد علاقه او در ایران و خارج می باشد و از امیر تتلو به عنوان نابغه یاد می کند. الناز شاکردوست یکی از بازیگران فوتبال دوست می باشد که شدیداً طرفدار پرسپولیس است، اما فقط در زمان دربی ها برای استقلالی ها کری می خواند. خیلی اهل موبایل نیست و به ندرت پاسخ تلفن‌هایش را می‌دهد. او در اردیبهشت سال 1395 خط موبایل خود را به قیمت 240 میلیون تومان به یک تاجر فرش تبریزی فروخت. فرزاد مطمئن کارگردان در مورد الناز شاکردوست می‌گوید: قاطعانه می‌گویم سینمای ما هنوز از توانایی الناز شاکردوست استفاده نبرده. او بسیار مستعد و عاشق کارشه.
و تسلط و تکنیک فراوانی دارد. خانم بازیگر تا به حال عمل زیبایی بینی انجام نداده و آنچه از او به عنوان عکس قبل و بعد عمل در سالهای دور منتشر شده مربوط به گریم فیلم چراغ قرمز می باشد. الناز شاکردوست اولین جایزه بازیگری را در سال 1394 از جشنواره فیلم فرانسیسکو آمریکا به عنوان بهترین بازیگر زن جشنواره برای بازی در فیلم تابلو گرفت. برای بار دوم در سال 1394 موفق شد تندیز بهترین بازیگر زن جشنواره حافظ را بگیرد، تا اینکه سال 97 برای بازی در فیلم شبی که ماه کامل شد سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول را به دست آورد. خانم شاکردوست سال 1394 برای ادامه تحصیل راهی لندن شد، تا اینکه 12 فروردین سال 1395 بعد از یک سال دوری از وطن به کشور بازگشت. او در مورد تکنولوژی میگوید: هفته 3 روز و هر بار 1 ساعت به اینستاگرام سر میزنم. آن هم به خاطر این است که خودم صفم را اداره میکنم، چون یک جور فوبیای تکنولوژی دارم. حس میکنم آدم را از زندگی واقعی دور میکند. او میگوید: یکی از آرزوهایم این است که در میدان تجریش راحت و آسوده خاطر قدم بزنم بدون اینکه سنگینه یک نگاه را حس کنم. آرزوهایی دارم که برای بسیاری از آدمها اتفاقات روزمره زندگیشون است و شاید اصلاً با آنها فکر هم نمی کنند. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله هاشم بزنید که هر ویدیو گوشتن بفهمید و اینستاگرام، توییتر، تلگرام من هم بالای صفحه است، اونا هم میتونید دنبال کنید. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.